حمار ملکی استاد علوم سیاسی دانشگاه تیلبرگ از لاهه. با مساق ملکی، گمانه‌زنی های زیادی بود در مورد کم و کیف تایید و رد صلاحیت ها در این دوره، ولی به نظر میرسه همونطوری که خیلی ها تصور میکردن مانند گذشته صلاحیت بسیاری رد شده. این چه تصویری به ما میده از انتخاباتی که جمهوری اسلامی به دنبالش است؟ درود خدمت شما بینندگان محترمتون. حقیقتش اینکه چیزی غیر از این خب انتظار نمی‌رفت و اتفاقا حالا در خبرتون هم بودش که آقای لاریجانی اعتراض کرده، آقای جهانگیری اعتراض کرده. اینها به نظر میاد که یک جور مناسک خاصی که در صورت کسانی که یک ثبت نام میکنن باید یک مثلا واکنشی هم نشون بدهند، ولی آنچه که در صورت میبینیم یک چیدمانی است در همون شکل سنتی که در اصل جمهوری اسلامی تونسته بود در انتخابات‌های قبلی هم بگذاره. الان یکی از اون کاندیداهایی که جبهه اصلاحات اعلام کرده بود کاندیدای اونا هستش تایید شده و جناح دیگر هم که خب کاندیداهای نسبتاً متنوعی داره. از این منظر به نظر میاد که در اصل یک چیدمان مشخصی است که برای نیروهای درون نظام، کسانی که در اصل در این از دهه از در اصل از 76 به این ور در دو جناح شکل گرفتن، کاندیدای خودشونو دارن. و اتفاقا اگر هم بازار رو نگاه بکنید از همین دیروز که از تایید صلاحیت ها و اینا خبرش اومده بیرون شروع شده، یعنی دقیقا همون فضایی که سعی میکنن بسازن. الان اعلام کردن آقای ظریف میدم از پزشکیان حمایت کرده و اون نیروهایی که در صورت مسئله اصلیشون استمرار جمهوری اسلامی هستش در صورت فعال شدن. واقعیت اینه که من احساس میکنم که این انتخابات بزرگترین مسئله برای اصلاح طلبان هستش که بتونن یک جورایی بازیابی کنن خودشون رو. یه پایگاه رأی داشتن که بخش بزرگیش که در صورت جدا شده بود ازشون، اون بخش دیگری هم که مونده بود نیمی از اونها در انتخابات حتی مجلس رأی ندادن. در هر صورت نگاهشون این هستش که ما اگر جمهوری اسلامی برود و این نظام تغییر بکند یقینا جایگاهی نخواهیم داشت برای دوران طولانی در یک ایران فرزند آزاد، و به همین دلیل هم هستش که خب در صورت تلاششون برای استمرار از نظام و اینکه بتونن به قول خودشون راهی بگشایند برای اینکه دوباره وارد اون مناصب قدرت بشن، در هر صورت به نظر میاد که این چراغ سبز رو نظام، حالا رهبری، نمیدونم شورای نگهبان، هر کسی که در این تصمیم گیرا رو بگیم که در نهایت خواهد گرفت، بهشون نشون داده و به نظر میاد که بازی رو با یک رضایتی از دو جناح جلو خواهند داد. مسئله اصلی این است که آیا مردم چقدر به نوعی به این بازی به نوعی اقبال نشون خواهند داد. حالا گفتید مردم، خب بخش زیادی از کسانی که مخالف جمهوری اسلامی هستند، دنبال براندازی هستند، در گذشته رأی استراتژیک میدادند بعضی موارد به اصلاح طلبان، ولی خب به نظر میرسه که هرچه پیش رفتیم این آرا بیشتر و بیشتر فرو ریخت. چقدر فکر میکنید که کسی مثل پزشکیان میتونه همچنان امیدوار باشه به رأی مخالفان حکومت؟ بله دقیقاً این دسته‌بندی که الان هستش، می‌دونیم بخشی از مردم، بخش بزرگی از مردم در هر صورت نگاهی دارن که باید کل نظام تغییر بکنه. یعنی رو حتی خود مقامات اصلاح طلب هم در مصاحبه‌هاشون میگن که بر فرض چیزی بروش 70-75% مردم اساساً جمهوری اسلامی رو نمی‌خواهند، و در میان اونها البته این معنیش نیست که تمام این 75% مثلا حاضر هستن که بیان در یک فرزند جنبشی یا اعتراضی یا یک حرکت انقلابی شرکت کنند. در هیچ کجای دنیا اینطور نیست. به همین دلیل هستش که بخشی از این درصد مردم هستن که ممکنه مردد باشن. ما میدونیم درصد پایگاه رأی اصلاح طلبان و اصولگرایان هر کدوم چیزی اولش 10-12% هستش و در این حال یه چیزی اولش 10-15% هستن که اساساً با توجه به جو عمومی یا شاید منافع شخصی و اقتصادی خودشون در بسیاری از انتخابات ها اومدن رأی دادن. الان این چیزی که به نظر میاد این هستش که اتفاقا یک پروژه مشترک در این انتخابات برای جریان اصلاح طلب و اصولگرا هستش، اون مسئله افزایش مشارکت هستش، همین که بتونن در اصل اون میزان ریزش آرا به شکلش شدیدی که در اصل ما میدونیم نظرسنجی ها و آمار واقعی نشون میده در انتخابات اخیر بیشتر از 30% شرکت نکردن در انتخابات هایی که در دو دوره گذشته شرکت کردن. قصدشون که در اصل بتونن بخشی از مردم رو همراه بکنن و البته نهایتا هم با حالا اون اعدادی که براشون بسیار مطلوب هستش بتونن به جامعه جهانی یک پیامی بدن و به نوعی هم یک جور شاید در درون جامعه هم این فضا رو ایجاد کنن که خب در هر صورت نهایتا همین هست، باید به یکی از این دو گروه رأی بدهید تا شاید گشایش بشه. ولی در اصل میگم این چیزی هست که در یک شاید از دو سه هفته آینده که مونده تا انتخابات باید دید که چقدر میتونن این بازی رو مثل سالهایی که قبلا بود 92-96 میدونیم اینها در صد این کارو کردن موفق خواهد شد. به نظر نمیاد که هنوز در صد توانشون باشه که بتونن افزایش خیلی قابل ملاحظه‌ای در میزان مشارکت ایجاد بکنن. خب شما نظرسنجی زیادی انجام میدید، از این آخرین هایی که انجام دادید خودتون تصورتون چه هست از انتخابات پیش رو؟
آره من قائل به این هستم در سال یه چیزی بالای 30% جامعه رو میتونن و در انتخابات همین انتخابات اخیر هم تونستن بیارن و البته میدونیم که از اون 30% چیزی بالای 7-8% تا حتی 10% رأی باطله بوده، یعنی کسانی که در هر صورت به اجبار رأی میدن به لحاظ ملاحظات مختلفی که دارن و همون که گفتم پایگاه رأی اصولگرایان که اساسا رأی میدهن، پایگاه رأی اصلاح طلبان هم اگر بتونن این دفعه به نوعی بسیجشون بکنن خواهند اومد. همه تلاش این هستش که بتونن چیزی بالای 10% این میزان مشارکت رو بالا بیارن و اون گونه هستش که بعد دیگه در هر صورت می‌دونیم با اون دستکاری که خواهند کرد و با اون روشی که در صورت ما توی حوزه‌های علمی در کشورهای استبدادی می‌دونیم که نظرسنجی‌هایی رو در هر صورت اعلام می‌کنند برای اینکه بتونند اون آمار رو در آینده اعلام بکنند. و از همین روزها من دیدم که مثلا نظرسنجی ایسپا که نظرسنجی دولتی هستش امروز دیدم که یک گزارشی دادن که بله به نظر میسه 55% مثلا می‌خوان شرکت کنند. من حدسم این هستش که با دقیقاً همون کاری که با انتخابات قبلی کردن، چون دقیقاً انتخابات قبلی مجلس هم ایسپا اعلام کرد 41%، در حالی که تمامی شواهدی که نظرسنجی‌های مستقل نشون داد چیزی 25% 30% پایگاه مشارکت نخواهد بود، همون حال 41% هم اعلام کردن. مثلا اینجاست که حالا باید دید که چقدر میزان مشارکت واقعی هست و چقدر به نفره اون ظرفیت رو نظام خواهد داشت که بتونه به نوعی با اون استناد با اون اعداد این مشارکت رو بالا اعلام بکنه. در صد مطمئنن یک ماراتونی هستش بین در صد پروپاگاندایی که دو جناح نظام خواهند داشت و اون اراده‌ای که در صد اکثریت مردم خواهند داشت که این انتخاب شرکت بکنن یا نکنن. ممنونم از شما. عمار ملکی، استاد علوم سیاسی دانشگاه تیلبرگ از لاهه هلند بود.